به ادامه محور خوش آمدید. وزارت معدن و پترولیم میگوید که کار عملی پروژه تاپی تا کمتر از 4 ماه دیگر در افغانستان به گونه رسمی آغاز خواهد شد. سخنگوی وزارت میافزاید که گفتگوهای فنی در این باره ادامه دارند و استملاک زمین در مسیر این پروژه یکی از علتهای تاخیر کار این پروژه است. در همین حال وزارت اقتصاد میگوید که پروژه تاپی در توسعه اقتصاد کشور اثر مثبتی دارد. وزارت معادن و پترولیم میگوید گفتگوهای فنی درباره آغاز کار پروژه تاپی تا 85% به پایان رسیده است و انتظار می رود کار این پروژه در ماه اکتبر به گونه رسمی آغاز شود. در اصول و در عمومیات ما هیچ اختلاف نظری نداریم، فقط یک 15% است. او 15% فقط نقاط تکنیکی است. وزارت اقتصاد درباره سود این پروژه چنین دیدگاه دارد. با تطبیق این پروژه سبب بهبود تعاملات سیاسی، امنیتی و همکاری های منطقوی بالخصوص بین 4 کشور زینف هم میگردد. طرح پروژه تاپی در دهه 90 میلادی پیشنهاد شد، اما به علتهای گوناگون کار عملی آن آغاز نشد. سنگ اندازی های کشورهای همسایه و ضعف در مدیریت و دیپلماسی حکومت افغانستان و همچنان عدم توانایی در مدیریت رقابت‌های به وجود آمده باعث تأخیر در تطبیق این پروژه گردیده. لوله انتقال گاز پروژه تاپی 1814 کیلومتر درازی دارد که 147 کیلومتر این لوله از خاک ترکمنستان، 735 کیلومتر از خاک افغانستان و 800 کیلومتر آن از پاکستان می‌گذرد و سرانجام به شهر فاضلکای هند می‌رسد. برای بحث بیشتر روی این موضوع آقای شاکر یعقوبی، آگاه اقتصادی، اینجا در استودیو با خود دارم. آقای یعقوبی سلام بر شما و به بحث خوش آمدید. پیش از این هم گفته شده بود که پروژه تاپی، یعنی ماها قبل که پروژه تاپی آغاز می شود، ولی بالاخره آغاز نشد. طرف پاکستانی گفت که بودجه مشکل دارد و بانک انکشاف آسیایی بودجه این پروژه را تامین نمی کند و متوقف ساخته، ولی اکنون هم مشکلات استملاکی در میان است، ولی میگویند که تا کمتر از 4 ماه دیگر آغاز می شود، ولی چگونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شما همکارای تکنیکیتون و بینندگان محترم. ببینید، من فکر میکنم که تنها مشکلاتی که در زمینه استملاک زمین در قسمت تطبیق پروژه در افغانستان گفته شده که از دلایل تاخیر است، من فکر نکنم که منصفانه و بجانبانه باشه. با واقعیت های عینی به پروژه این مسئله صدق نمیکنه. شما میفهمید پروژه تاپی یکی از پروژه های مهم منطقه ای است، در نه تنهایی که در گروه بعضی اختلافات و چالش های داخلی است، همواره منازعات و اختلاف های کلان منطقه ای حتی جهانی پروژه را تهدید کرده. من فکر نکنم که تنها دلایل داخلی بتونه سد راه این پروژه را بگیره. عالم وزارت اقتصاد به این مسئله تاکید کرده که در ظرف 4 ماه کار عملی این پروژه آغاز میشه. مطمئنم که توان و ظرفیت کار عملی در حال حاضر در این پروژه در افغانستان وجود نداره. اکسسوار چالش های بسیار مهمتر از مسائلی که در داخل افغانستان مطرح میشه وجود داره. مهمتر از همه، مهمتر از مشکلات داخلی افغانستان که نبود ظرفیت هاست، نبود توانمندی لازم مدیریتی است، مشکلات تکنیکی است و از سوی هم در گذشته که اختلافات مثل جنگ ها و منازعات قومی مطرح میشد، ولی فراتر از اینا مشکلات منطقه ای این پروژه را تهدید میکنه. شما میفهمید که اختلاف میان هند و پاکستان از لحاظ سیاسی همواره باعث تاخیر کار عملی این پروژه شده. هندوستان در حال حاضر علاقه به تطبیق این پروژه نداره و نمیخواست منافع پروژه تاپی به نوعی که پاکستان میخواست سود ببره. شما میفهمید که زمانی که این گاز از طریق ترکمنستان به افغانستان، امور رقم به پاکستان و نهایتا به این برسه، صنایع نسبتا به گازی که از طریق پاکستان میره یک شکل محتاط را میگیره، یعنی صنایع وابسته میشه. بنابراین هندوستان زیاد علاقمند به تطبیق این پروژه و برابرداری از این پروژه نداره و میدونه که هر از گاه اختلافات سیاسی میان پاکستان و هند اگر بالا بگیره، مطمئنا که پاکستان از این پروژه استفاده ابزاری و سیاسی میکنه و گاز ترکمنستان که به هندوستان میره ایره در گروه خود قرار داد. در کنار از این، شما میفهمید یک سلسله دلایل دیگه هم مطرح است که باعث تاخیر کار عملی این پروژه شده. موقف یا موضع اخیر بانک توسعه آسیایی رو شما دیدین که شرایط را برای آغاز کار عملی این پروژه گذاشت و از اونجایی که نقش تسهیل، هماهنگی و نظارت این پروژه به دوش بانک توسعه آسیایی است و قرار است در این پروژه تاپی 1 میلیارد دلار از بودجه بانک توسعه آسیایی پرداخته شود، ولی متاسفانه بانک توسعه آسیایی یک سلسله شرایط سیاسی را پیش کرد تا زمانی که شرایط در افغانستان تطبیق نشه و بعضی محدودیت ها و تحریم های سیاسی که بالای افغانستان وضع شده به ویژه تحریم های اقتصادی، تا زمانی که اینا از سر راه حکومت امارات اسلامی برداشته نشن، مطمئنا که بانک توسعه آسیایی به تمویل مقدار نمیپردازد.
از سوی هم 1.6 میلیارد قرار است ترکمنستان در تمویل پروژه نقش داره. وضعیت اقتصادی ترکمنستان در حدی نیست که اونا بتونن به تنهایی خودی پروژه رو تمویل بکنن و پاکستان هم شما میفهمین که زیر قرضای جهانی فعلا دفن میشه و خودش هم در حال پرداخت قرضای جهانی است. مطمئنن که در تمویل این پروژه از لحاظ مالی به مشکل مواجه میشه. افغانستان قصهش معلوم است که ما نه تنها که نمیتونیم در پروژه کلان ملی مثل پروژه تاپی بخش تمویل از اون نقش بازی بکنیم، حتی ما در پیشبرد امور اقتصادی روزمره خود دچار مشکل هستیم. مطمئنن دلایل مختلف در کنار دلیل جهانی دیگر که امروزه اختلاف میان آمریکا و غرب باعث میشه که آمریکا و چین هم در سنگ اندازی و تاخیر پروژه نقش برازنده داره و غیر قابل انکار است. شما میفهمین که بیشتر گاز ترکمنستان به چین صادر میشه و چین یک خریدار بزرگ از منابع گازی ترکمنستان است. زمانی که گاز ترکمنستان از طریق افغانستان بره به پاکستان و نهایتاً بند، به این معنی است که سهم چین از گاز ترکمنستان کم میشه و نقش انحصاری که چین در قبال گاز ترکمنستان داره پایین. سوال مشخص را بپرسم، آیا پاکستان دیدگاه نسبت به آغاز این پروژه، دیدگاه مثبت در افغانستان که این پروژه آغاز شود دارد و یا هم نه؟ صدهای را باقی می کند. در این شکی نیست که پاکستان علاقمند به این پروژه است، ولی شرایط خاص خود را دارد. تلاش های اخیر پاکستان نشان می دهد که می خواهند از پروژه تاپی حذف بکنه، به عوض چین جایگزین بکنه تا بتونه خود پاکستان از یک کشور وارداتی گاز به کشور صادراتی گاز تبدیل شود. مطمئنا اختلاف سیاسی این دو پاکستان از موارد برجسته مهمی بوده که باعث تاخیر کار عملی این پروژه شده. در ظاهر یا در فضای رقابت های اقتصادی پاکستان طوری نشان می دهد که نیتش در برابر این پروژه کلان اقتصادی صاف است، ولی در خفا دنبال سنگ اندازی و دنبال حذف هندوستان از این پروژه کلان است. از اون جایی هم که روابط افغانستان این روزا قرار است با هند اثر گرفته شود، شما دید نظارات اخیر مقامات هندی را و نظارات اخیر مقامات حکومت امارات اسلامی را، قرار سفارت افغانستان دوباره، سفارت هندوستان در افغانستان دوباره اثر گرفته شود. این روابط افغانستان با هند برای پاکستان قابل تعامل نمی باشد. چه جایی که در پروژه کلان ملی که از روی افغانستان برود، هند نقش بیشتر یا سهم بیشتر داشته باشد، برای پاکستان گران تمام میشه، برای اقتصاد پاکستان یک نقش بسیار سنگین در ضربه زدن به اقتصاد پاکستان می داشته باشد. شما میفهمید امروز پاکستان از لحاظ تجاری بویژه در بخش نفت و گاز یک شریک بلند مدت و استراتژیک چین است. نسبتا رابطه پاکستان با هند نسبت به رابطه هند با چین بیشتر برجسته است. بله. و همواره پاکستان در تلاش از است که برای جایگزین کردن چین در پروژه تاپی و حذف هندوستان از این پروژه بهره برداری بیشتر بر و رقیب دیرینه و سرسخت خود از میدان رقابت اقتصادی را گفت که 1 میلیارد دلار بودجه این پروژه در افغانستان از سوی بانک توسعه آسیا پرداخت می شود و همچنان موضوعی را که امارات اسلامی مطرح می ساد استملاک است. گفته تنها مشکلی که وجود دارد استملاک زمین در مسیر خطکشی یا لولکشی این پروژه است. این بودجه اکنون پرداخت می شود؟ بانک انکشاف آسیا این بودجه را تامین می کند یا نه؟ بسیار واضح بانک توسعه آسیایی که در کنار سایر بانک‌های اروپایی مثل بانک توسعه زیرساخت‌های آسیایی هم بسیار واضح بیان داشتند، تا زمانی که حکومت امارات اسلامی شرایط جان را در قسمت به رسمیت شناسی تکمیل نکنه، تا زمانی که حکومت امارات اسلامی طوری با سیاست اقتصادی کنار نبیاید که بعضی محرومیت‌ها، محرمیت‌ها و محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی حذف نشن، مطمئنن که بانک توسعه آسیایی نمیتونه این مقدار به افغانستان تمویل بکنه و در حال حاضر ظرفیت اقتصادی افغانستان هم در حدی نیست که بتونه 400 کیلومتر که در خاک افغانستان رسید استملاک، یعنی 800 کیلومتر در خاک افغانستان است، بیشتر 40% از این باید استملاک شود، سایر از این زمینای دولتی است. 40% زمین یاری که اینا قرار استملاک بکنن با کدام بودجه، با کدام پول، با کدام ظرفیت مالی؟ مطمئنن کار این پروژه به تاخیر بازم میفته. نسبتا پروژه تاپی به یک پروژه آرمانی میمونه، بیشتر در این بحث‌های آرمانگرایی مطرح میشه و این پروژه از اونجایی که 30 سال به این طرف طرح شده تا در حال حاضر قابل تطبیق وجود نداره، قابلیت و ظرفیت تطبیق در افغانستان وجود نداره و از توان مدیریتی و تکنیکی و مالی افغانستان دیده نمیشه. نه تنها که در گذشته مشکلات امنیتی این پروژه را تهدید میکرد، در پهلوی از اون مشکلات ما اگر امنیت را از چند بود ببینیم، ما که امنیت مالی داریم، امنیت نظامی داریم و امنیت سیاسی داریم. نه تنها که در افغانستان امنیت سیاسی بر این پروژه وجود نداره، هم برای کشورهای منطقه در بلاز اختلافات سیاسی امنیت این پروژه را مختل میسازه، امنیت نظامی از اون فعلا ظرفیت حکومت امارات اسلامی که توان پرداخت معاش اکثر کسایی که در حکومت کار میکنن ندارن و چند روز پیش هم سر صدا از این بالا گرفت که در پی ایجاد یک قطعه 30,000 نفری هستند برای تامین از این پروژه از مرز هرات تا به پاکستان. شما ببینید در کنار از اون ما امنیت مالی نداریم. امور کمی که بانک توسعه آسیایی خیلی واضح روشن داشت که ما تمویل نمی کنیم. در کنار از اون بانک توسعه زیرساخت‌های آسیایی موضوع بسیار روشن داره و سایر بانک‌های اروپایی که در با بانک توسعه آسیایی همکار است از تمویل این مقدار در افغانستان در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی ابا می‌ورزد. پیش از این گفته بود که سهم افغانستان نمی‌پرسد به خاطر عملی شدن این پروژه. فکر می‌کنید که این سهم را اگر
ترکمنستان میپردازد میتواند که حداقل این پروژه را در افغانستان تطبیق و عملی بسازد. با توجه به ظرفیت های اقتصادی ترکمنستان و مشکلات اقتصادی که در حال حاضر ترکمنستان به او درگیر است، ما فکر نکنم که اراده خود در قسمت تمویل مقدار در افغانستان کمک بکنه و جدیت بیشتر در این مورد به خرج بتن. اونام به موضع بانک توسعه آسیایی متوجه هستند. درست است که یکی از طرف های مهم و منبع صادرکننده فعلا ترکمنستان است، ولی نمیتونه فراتر از شرکایی که در این پروژه وجود داره گام بگذاره. مطمئنن که باید توافق پاکستان را با خود داشته باشه، توافق هند را با خود داشته باشه. فرض کنین اگر ترکمنستان با طرف افغانستان کنار بیاید و این مقدار به افغانستان کمک بکنه، ولی طرف پاکستان را چطور میکنه؟ طرف با هند با چین و سیاست اقتصادی پیش میاد. تنها پروژه تنها با در حد افغانستان خلاصه نمیشه، با توافق جنای اقتصادی هندستان هم با خود داشته باشه در کنار سکتور اقتصادی پاکستان. مطمئنن اختلافاتی که در میان پاکستان هند وجود داره بر سیاست های اقتصادی و بر مدیریت تطبیق پروژه های ملی از جانب ترکمنستان هم تاثیرگذار است و این میتونه فضای اقتصادی در افغانستان هم بغرنج بسازه. با توجه به این چالش هایی که بیان کردید، آغاز کار این پروژه تا چه زمان خواهد بود؟ جدیت کامل به خرج داده نشه و تجدید نظر و تغییر موقف موضوع حکومت امارات اسلامی در این مورد دیده نشه، مطمئنن کار عملی ازی بیشتر از این هم به تاخیر خواهد افتاد. و به عنوان پرسش اخیر، این پروژه که اگر تطبیق شود برای افغانستان چقدر مهم است؟ مطمئنن در کنار منافع اقتصادی که ما سالانه حق 400 میلیون دلار حق ترانزیت میگیریم، در کنار ازی هزاران شغل ایجاد میشه و بعضی پروژه های دیگه زمینی که در کنار ازی مثل پروژه کانال برق ترکمنستان، برق 500 ولت از ترکمنستان و پاکستان انتقال میکنه، ایجاد خط رای آهن از ترکمنستان و پاکستان از رای افغانستان صورت میگیره و در پلوی از او از درآمدی که از 400 میلیون دلار ما گفتم حق ترانزیت افغانستان میشه، ما میتونیم در بودجه ملی استفاده بکنیم. وقتی در بودجه ملی استفاده کردیم، مطمئنن در پیشبرد امور اقتصادی افغانستان میتونه موثریت ویژه داشته باشه و از سوی دیگر میتونه پرستیج اقتصادی و جایگاه اقتصادی افغانستان را با توجه به جیواکنومیک منطقه‌ای مطرح بکنه و افغانستان را از سیاست تقابل بکشونه و سیاست تعامل و همکاری و همگرایی منطقه‌ای افغانستان تجربه بکنه و اعتماد و اعتماد جهانی اقتصادی افغانستان در منطقه به دست میاد. سپاس از شما آقای شاکر یعقوبی، آگاه اقتصادی. بخیر، سلامت باشید. ادامه محور، اعتراض صدها مهاجر افغان در پاکستان وارد 57مین روز شد. معترضان از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد میخواهند تا به درخواست های پناهندگی آنان رسیدگی کنند. از سوی هم شمار دیگر از مهاجران افغان در ایران میگویند که روند سرشماری افغان های ساکن آن کشور از سوی دولت ایران چالش هایی را برایشان به میان آورده است. خیمه های اعتراضی افغان های ساکن در پاکستان که شب و روزشان را در این پارک میگذرانند. این معترضان که شمارشان به صدها خانواده می رسد با شعار ما را نجات دهید، گرد همایی اعتراضی را به راه انداختند. آنان از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و کشورهای دیگر مهاجرپذیر می خواهند که به درخواست های پناهندگیشان پاسخ مثبت بدهد. تا حال هیچ کشوری از کشورهای مهاجرپذیر و نه هم سازمانهای بین المللی به مشکلات افغانها رسیدگی نکردند. جهان افغانستان را با جنگ اوکراین فراموش کرده و مسئله افغانستان نه تنها در پاکستان بلکه در تمامی کشورهای سوم جا مانده. همزمان با این شمار از مهاجران افغان در ایران میگویند که روند سرشماری در آن کشور چالش هایی را برایشان به میان آورده است. در روز دیگه برگاه سرشماری وقت داره که نیا کسایی که ماندن بگرن و یک تعدادم که خیلی زیادشان گرفته ترس از زیر دارن که ما شش ماهی مانجه تمام شود، شاید رد مرز ما کنه، شناسایی شدیم از این ترس ها. یک تعداد مثلا میگه ما نمیگیریم به خاطر که اینیا شناسایی میکنه ما رد مرز میکنه. متاسفانه تدابیر مناسبی برای این تر اندیشیده نشده است و همین مسئله هم برای دفاتر پیشخوان دولت و هم برای مهاجرین مشکلاتی را ایجاد کرده. از سوی هم امارت اسلامی چالش های مهاجران افغان در بیرون از کشور را میپذیرد. مسئولین امارت اسلامی در تمام کشورها بخصوص کشورهای ایران و پاکستان نیز در تماس هستند تا مشکلاتی که در هر ناحیه آنها دارند از مجراهای دیپلماتیک و مشکلاتشان حل کنند. با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی شمار از افغانها کشور را ترک کردند، اما شمار زیادی از آنان به هدف رسیدن به کشورهای مرفه در وضعیت نامناسب در کشورهای همسایه به سر می برند. برای بحث بیشتر روی این موضوع آقای محمد خان محمد زای فعال مهاجران از ایران را روی خط اسکایپ در برنامه با خود داریم. آقای محمد زای سلام بر شما و به بحث خوش آمدید. بیش از 57 روز از خیمه اعتراضی مهاجران افغان در پاکستان میگذرد، ولی نزدیک به این دو ماه چرا صدای این مهاجران افغان از سوی سازمان های جهانی به ویژه سازمان ملل در امور پناهندگان
شنیده نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم. زمین عرض سلام خدمت شما و بینندگان شبکه تلو نیوز. همونطور که در سوالتون مطرح هستم، بعد از تحولاتی که در کشور اوکراین شکل گرفت، کمکاری که سازمان ملل امروز در باب مهاجرینی که از کشور عزیزمون افغانستان سرازیر شدن به کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای یک سری کوتاهی را از طرف نادها و سازمانهای بین‌المللی مهاجرت در حوزه پذیرش و کنکاری پرونده‌هایشان که جهت پذیرش به کشورهای سالس امرایی نمی کنن و این اعتراضاتی که امروز در پاکستان شکل گرفته اینم به حق است و مردم بیش از 9 ماه می شود سرگردانی است که در این حوزه باید هم سازمان ملل و هم کشورهای میزبانی که این مهاجرین را در خود جای داده باید رسیدگی بکند و مشکلات را حل و فصل بکند. اکنون مهاجران گفته می شود که البته بخش از این مهاجران در خیمه های تحصن و همچنان اعتراضی حضور دارند. وضعیت این مهاجران چگونه است؟ چرا در طی این 9 ماه حداقل پاسخ برایشان داده نشده؟ همونطور که من در اشاره کردم، یکیشو گفتیم دلیل این بود که از طرف کشورهای اتحادیه اروپا کم لطفی صورت گرفت و رسیدگی به اون پرونده های مهاجرینی که درخواست داده بودن انجام نشده است و یک سری هم مشکلاتی ما داریم که برای تامین همون زندگی اولیه که انسانی که وارد یک کشور می شود بخصوصا در پاکستان باعث فقر اقتصادی و مشکلاتی برای مهاجرین شده است که اینها می تواند هم دولت گفتم میزبان باید یک سری تدابیری را برای امکانات اولیه‌ای برای این مهاجرین فراهم بکند و هم از اون نادهای سازمان مللی که امروزه خودشون داد از نقض حقوق بشر بعضی کشورها را در پیش گرفتن، خودشان دارن برای خود مردمی که واقعا برای تامین امرهاش خودشون و برای مکتب خودشون و برای اصالتی که برای یک شهروند میخواد در یک کشور دیگر زندگی بکند اینا کم لطفی کردن و به شدت این باعث نگرانی شده که برای مهاجرین بخصوص در کشور پاکستان. بله آقای محمد زایی، بله بحث این که کشورهای اروپایی یا کشورهای مهاجر پذیر تا هنوز اسناد این مهاجران را بررسی نکردن و یا هم پاسخ مثبت ندادن جدا است و بحث مسئولیت های کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بحث دیگر است. این کمیشنری تا حال چه کار کرده؟ ما اگر فعلا در منطقه اگر صحبت بکنیم، خود اتحادیه اروپا گنجایش این ظرفیت را ندارد که سیل تمام این مهاجرت ها را پذیرش بکند. حالا شما خود همین در کل اتحادیه اروپا 100,000 نفر اینا تا هنوز پذیرش نکردند. شما حالا این دو کشور همسایه افغانستان، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران بیش از 2-3 میلیون مهاجر وارد این کشور شدند و همونطور که ما با بررسی هایی که انجام دادیم در کشور جمهوری اسلامی ایران بیش از 1,700,000 نفر راجستر شدن و اون کارتای موقتی را دریافت دارن میکنن که برای 6 ماهشون بتون از این چالش پیش رویی که دارن عبور بکنن. و یک مسئله ما در پاکستان داریم، خود پاکستان هم کشور مهاجرپذیری است که بیش از تقریبا 2-3 میلیون مهاجر اونجا ما داریم و خود پاکستان هم شرایط اقتصادی خوبی ندارد نسبت به افغانستان و اینو نمیتوند اونها هم برای این مهاجرین راگوشا باشد. اما نه تنها در پاکستان، در کشورهای دیگر نظیر ایران که شما اشاره کردید به آن و همچنان اندونزیا، همچنان مهاجران افغان وجود دارند و اعتراض های داشتند. این مهاجران، البته تعداد از این مهاجران کسانی هستند که میخوان به کشورهای مقصد بروند. آیا در خصوص مهاجر افغان از سوی سازمانهای جهانی برخوردهای دوگانه با توجه به جنگی که در اوکراین وجود دارد صورت میگیرد؟
آیا مهاجران افغان مهاجران درجه دو و یا هم سوم در جهان شمرده می شود؟ نه اینطور نیستم. وقت که شرایط افغانستان اینا درک کردن در این نمایه امنیت نسبی که در دوره امارت اسلامی افغانستان شکل گرفت و امنیت نسبت به قبل بهتر شدن، اینو وانمود کردن کشورهای اتحادیه اروپا از این استفاده کردن که ما بتوانیم هجوم مهاجر زیاد به کشورهای اتحادیه اروپا را پیشگیری بکنن. از یک طرف اینها در این رایی که امروزه از طریق کشور جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اروپا در حال عبور هستند، بیشتر چالش‌هایی که در مرز ترکیه برای اینها پیش می‌آیند و اینها را از این طریق دارن استفاده می‌کنند که بتونن ظرفیت پذیرش برای مهاجرین کشور اوکراین فراهم بکنن. اتحادیه اروپا نظرشون بر این سیاست گذاری کردن. اگر دستبندی بکنیم چند کاتگوری از مهاجران افغان اکنون در ایران، پاکستان، اندونزیا، ترکیه و کشورهای دیگر حضور دارند؟ جمهوری اسلامی ایران که سالهای زیادی با این وجودی که امروز خودش هم تحریم است و یک بار مشکلاتی دیگه هم از طرف مهاجرین عزیزمون افغانستان برای این کشور به وجود آمده است، تقریبا گفتم بیش از سه نوع مهاجر در جمهوری اسلامی ایران است. یک نوع مهاجرینی که بعد از انقلاب اسلامی ایران وارد کشور شدن، همونطور که رهبر انقلاب اسلامی سیاست درهای بازی برای مهاجرین فراهم کرد و بعد از اون در سال 1395 یه سری از مهاجرینی که سرشماری شده بودن در ایران و اخیرا هم بعد از تحولاتی که در کشور عزیزمون افغانستان شکل گرفت بعد از امارت اسلامی، بیش از تقریبا 1,700,000 نفر تا این لحظه راجستر شدن و تا تاریخ 1 جوزا هم فرصت دارن همه مهاجرین به این دفاتر مراجعه بکنن و ثبت نام. درست. اما آقای محمد زعیب، منظورم این بود که تعداد از مهاجرانی که میخواهند در همین کشورهای همسایه باقی بمانند و تعداد از مهاجرانی که میخواهند به کشورهای دیگر بروند و تعداد از مهاجرانی که با هدف دیگر مهاجرت کردند، اینان چه دسته هایی هستند و به چند دسته تقسیم میشوند؟ مهاجرانی که برای شرایط اقتصادی نسبتا خوبی اگر داشته باشن، اونایی که مثلا برای این هستن که از کشور ایران عبور بکنن به کشورهای اتحادیه اروپا برسن و اون دسته مهاجرینی که شرایط اقتصادی خوبی ندارن نسبت به کارشون و اون بودجه‌ای که دارن در کشور جمهوری اسلامی ایران اسکان گرفتن و اون طرف هم کشور پاکستان هم اون شرایطی که برای مهاجرین هم تدابیر دادم برای مشکلات اقتصادیشون هم خیلی ایجاد شده و اکنون باید یک تدابیر جدیدتری دولت جدید پاکستان نسبت به مهاجرین ارائه بدهد. اگر یک نگاه کلی به مشکلات مهاجران چه در ایران، پاکستان و یا هم کشورهای دیگر شما بیاندازید، کلانترین چالش مهاجران افغان در کشورهای دیگر چه است؟ در کشورهای ایران مشکلات ما نسبت به همین گفتیم راجستر کردن، هرچه از زودتر این مهاجرین صورت بگیرد. اخیرا هم از طرف رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران آقای رئیسی فرمانی صادر شده برای سازمان مهاجرت. اگر این سازمان مهاجرت شکل بگیرد و بیشتر مشکلات حقوقی و اجتماعی مهاجرین حل و فصل خواهد شد در اوضاع امنیتی اجتماعی ما اقتصادی ما، برنامه‌ریزی دارن صورت میگیرد که از این چالش‌های اینا عبور بکند. و در کشور پاکستان این چالش ها تانوز وجود دارد و اونا تانوز تدابیر خاصی را برای مهاجرین انجام ندادند، حتی مرزهای خودشون رو بستند. ما الان این کشورهای همسایه شمالی ما رو نگاه بکنیم، کشور تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان تمامی مرزهای خودشون رو بستند، ولی جمهوری اسلامی ایران بیش از این 4 دهه می باشد که مرزهاشون رو باز گذاشتن و برای اسم اون کمک انسان دوستانی که بین دولت ایران و افغانستان وجود دارد دارن استفاده می کنند و بتونن برای بشه امنیتی که در آینده
جلوگیری بشد برای ملت افغانستان. این سازمان را که شما گفتید که در ایران ایجاد شده، سازمان مهاجرت، با چه راهکار و با چه هدفه و با چه برنامه آغاز به کار خواهد کرد و می کند؟ این سازمان مهاجرت که از طرف پارلمان کشور ایران ارائه شده است و به دولت ایران هم ابلاغ شده است که بتونن آسیب شناسی بکنن در همه وضعه برای برنامه‌ریزی دقیق مسنجمتری که یک نگاه بلند مدتی نسبت به مهاجرین داشته باشن که اونها هم باید در این کشوری که بیش از 4 دهه می شود زندگی می کند راهکار اساسی را برای تعدیل قانون و از جمله برای اجتماعی کردن مردم در سطح زندگی کردنشون یک سری موانعی بودن که اونها برطرف می شود. یک بحثشون، بحث دیگرشون اشتغال کارشون هستن. وقتی که اگر تمام این ساماندهی صورت بگیرد برای اینها میتونن بودجه اختصاص بدن و از لحاظ مسکنشون باید اینا ارزیابی بکنن که چگونه برای اینا برنامه‌ریزی صورت خواهد گرفت. و این روند سرشماری را که گفته شده که چالش‌هایی برای مهاجران به میان آورده چگونه است و چه چالش‌هایی را ایجاد کرده؟ چالش‌هایی که به دلیل یک ازدحام جمعیت زیادی که مهاجرین عزیز ما داشتن، بعد از یک هفته می‌شود که تمدید این طرح سرشماری به یک جوزا تمدید شد و میتواند همه اینها در این طرح ثبت نام بکنند. ثبت نام این هم حدودی برای هر مهاجر 27,000 تومان است به دفتر پیشخوان دولت و 31,000 تومان هم برای دفتر کفالت هستند. غیر از این باید هیچ گونه هزینه مهاجرین پرداخت نکنند و میتونن که ظرف این در روزی که 11 روزی که مانده است بتونن تمام این پروسه تکمیل بشود. سپاس از شما آقای محمد خان محمدزای، فعال مهاجران از ایران. و بیننده های عزیز، رسیدیم به پایان محور امشب. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و به امید آینده بهتر.